سلام و درود فراوان بر همه عزیزان. من امروز خبر خوبی ندارم براتون، به خاطر اینکه خبردار شدم ماکل هنرمند بزرگ ما که واقعا نظیرش تا حالا در هنر ما وجود نداشته سرطان معده گرفته و حالش خوب نیست. خیلی ناراحت شدم باز. و این هنرمند واقعا هنرمندی بود که ما نسل ها، من که ندیده بودم نظیر این شخص رو. واقعا وقتی صدای خواننده ها رو میخوند خودشون بهتر میخوند و طرفداران زیادی به خودش جلب داده بود و چقدر این شخص با شخصیت بود، با مرام بود. ماکل عزیز تو تمام کنسرت ها که بود، اون کنسرت ها سولد‌آوت میشد و ما واقعا مردم لذت میبردن از هنر ایشون و صدایی که جای داریوش میخوند، نبی میخوند یا ایکس یا ایگرر میخوند، واقعا میچسبید. حتی اطفالی هم که در میآورد از خود خواننده بهتر بود. نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده. داریش جان، من میدونم که بزرگترین پرابلم زندگی تو ابیه. به ابی چی داری بگی؟ البته دوستای خوبی هم، همدیگرم خیلی دوست دارم، ولی خب this is a show، این جاب من اینه. نظر راجع به ابی چی داری بگی؟ گفت گله دارم، گله دارم، من از دست ابی هم گله دارم، گله دارم. ابی جان شما چی داری به داریش بگی؟ دوست دارم، سبت سبت بزگل عشق جوون زد، دوست دارم یه عالمه، هرچی بگم بازم کمه. به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. ابی جان شما جواب داریش چی داری؟ دوست دارم به اون خدا، به اون خدا یه عاشقا، دوست دارم تا پای جون، میخوای بخون میخوای نخون. حالا امید عزیز جون من، تو هم مثل بقیه ابراز احساساتو بکن. امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون تو نیست بودم، امشب میخوام مست بشم. مرسی مرسی، قربونت برم. تنکی آقای معین، شما چی داری به داریوش بگی؟ دادا زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه، آسمونش چه آبی رنگه. مرسی مجد، تنکیو، متشکرم که اومدی. حالا نوبت میرسه به اندی. اندی جان شما چی داری به داریوش بگی؟ تو ماه آسمونی در شب تورم، وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم، تو تکس تو. نمیدونم چی بگم، داریم روز به روز هنرمندای جوان و خوبمونو در این روزگار غم انگیز به نوعی از دست میدیم. ولی چی بتونم بگم؟ من فکر کنم هنرمندان بزرگ و اون کنسرت گذارا و کاوالدارایی که از ایشون استفاده میکردن
حداقل حالشو بپرسن، جوهای حالش باشن، انرژی بهش بدن. چون هر مریضی سختی و ناملایماتی داره، ولی انرژی خوبم مانند یه داروه، به هر کسی میشه داد و اون انرژیش میتونه کمی آرامش بهش بده. خیلی سخت هنرمندی که داره میبینه روز به روز داره میره، تحمل این کار سخته، ولی من از خداوند میخوام که هرچه زودتر سلامتی این هنرمند بزرگ رو برگردونه و باز روی صحنه های بین‌المللی ببینیمش و این هنرمند 120 سال عمر کنه، چون واقعا نظیرش وجود نداره. میشه پرنده باشی اما رها نباشی، میشه دلت بگیره اسیر قصه هاشی، حالا که آسمونه دنیای تازه گیری، نیست اون وقت یه جا بشینی محب گذرمشت هاشی. تسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی. ماکل عزیز هم تلویزیون ها بغلش خوب بهره بردن، هم کابره دارا، هم کنسرت گذارا، هر نوعی باید هم ماکل تشکر کنن و انرژی بهش بدن و دعا کنن که هرچه زودتر سلامتیش برگرده بهش. منم برای تمام مریضایی که گرفتار سرطان هستن دعا میکنم که خداوند سلامتیشون رو برگردونه و به زندگی عادی خودشون برگردن. درد بزرگیه، انشالله که این درد سراغ کسی نره، در خونه ایش کس نره. خیلی غمناکه. به امید روزای خوب برای ماکر عزیز هستم، به امید یه دیدار خوب باهاش که بتونم ازش قدردانی کنم. واسه یه دنیا کنارم، من یه گوشه از دیارم، واسه یه غریب و آشنا، واسه یه اهل تبارم، نامه دارم نامه دارم، واسه هر جعبه یه پستی تو دیارم، نامه دارم نامه دارم. نوشتم خواهر برادر، مادر از فرشته سرتر، خوش به حالتون که موندین، امن جاتون توی کشور، فرستادم نامه هامو زیر چتر آسمونم، تمر پاک
های عاشقونم. حسین دنیا کنارم، من یه گوش از دیارم، حسین غریب و آشنا، حسین